گچساران، به آتش کشیدن حوزه سرکوبگر ضد دانش آموزی ضد امام سجاد، کانون شورشی 510، پنجشنبه 20 آذر 99. نیشابور، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران، کانون شورشی 180، پنجشنبه 20 آذر 99. به آتش کشیدن گردان امنیتی ضد امام علی سپاه پاسداران، کانون شورشی 230، پنجشنبه 20 آذر 99. آقا جاری، به آتش کشیدن تصاویر قاتلان مردم ایران و منطقه، کانون شورشی 140، پنجشنبه 20 آذر 99. خانه شادی بجوی
دمی از تکاپو رفتن نمان، به سوزان سر و پرده دشمن. نترس از فقیهان مرگ آفرین، زبیداد این کینه ها بر جبین. ز گهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خان شادی به جوی. ز گهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خان شادی به جوی. به ویرانی خانه ها خومه کن، به کشتار پروانه ها خومه کن. بکن بند و زنجیر را از تنت، تنابی که پیچیده بر گردنت. ز گهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خانه شادی به جوی. ز گهوار تا گور بر این غم زده خانه شادی به جوی. بیانیه انجمن استرالیایی های طرفدار دموکراسی در ایران. روز دانشجویان ایران را گرامی می داریم. تمامی دانشجویان زندانی از جمله امیر حسین مرادی و علی یونسی را آزاد کنید. ما یاد دکتر محمد ملکی را که مورد احترام عمیق دانشجویان و کل جنبش دموکراتیک است گرامی می داریم. انجمن استرالیایی های طرفدار دموکراسی در ایران طی بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو در ایران اعلام کرد: روز دانشجو در ایران سالگرد قتل 3 دانشجوی دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 در دیکتاتوری شاه است. پس از انقلاب ضد شاه در 1979-1357 دانشجویان دانشگاه‌های ایران در صف مقدمه این مبارزه بودند. از آن زمان هزاران دانشجو توسط رژیم آخوندها زندانی، شکنجه و بسیاری به قتل رسیدند. دانشجویان زیادی در زندان بودند و بسیاری نیز به دلیل دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی خود از دانشگاه اخراج شدند. این انجمن استرالیایی در سرتیتر بیانیه خود خواهان آزادی تمامی دانشجویان زندانی از جمله امیر حسین مرادی و علی یونسی شده است.
این بیانیه همچنین تاکید می‌کند ما یاد دکتر محمد ملکی را که در دوم دسامبر سال 2020 در تهران درگذشت و مورد احترام عمیق دانشجویان و کل جنبش دموکراتیک است گرامی می‌داریم. وی پس از انقلاب 1979 اولین رئیس دانشگاه تهران و یکی از پایدارترین مخالفان دیکتاتوری آخوندها بود. ادامه خشم و اعتراض مردم سربندر به دنبال سیل اخیر علیه بیعملی رژیم و چپاول وام و بودجه پیشگیری از سیل. به دنبال تخریب‌ها و خسارات سنگین سیل و آب گرفتگی اخیر که علت آن فقدان زیرساخت‌های اولیه است، مردم سربندر در ادامه اعتراضات خشمگینانه خود به بیعملی رژیم همراه با اعتراف‌های مفتزهانه مهرهای رژیم به چپاول و گم شدن بودجه و حتی وام خارجی مربوط به پیشگیری از عوارض آب گرفتگی و سیل روز چهارشنبه بار دیگر به خاطر خسارات سیل و وضعیت خراب فاضلاب دست به اعتراض زدند و تجمع و راهپیمایی کردند. دادگاه بلژیک آنتورپ، محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، برملا شدن اسناد و مدارک جرم. ارتباط مزدوران جنایتکار با ماموران وزارت اطلاعات در خوزستان. سعدونی، تماس جواد از اطلاعات اهواز با ما از سال 86 شروع شد. در سال 89 به درخواست او به ایران رفتیم. ما را به یک هتل در اهواز بردند و جواد و نمایندگانی از اطلاعات تهران و اهواز و آبادان 7 ساعت با ما صحبت کردند. عمده بحث‌های ماموران اطلاعات حول فعالیت مجاهدین و نحوه سازماندهی آنها بود. اسناد و مدارک جرم در پرونده محاکمه اسدی و سه همدست مزدور و جنایتکارش هرچه بیشتر ابعاد و سوابق اقدامات آنها در ارتباط با وزارت جاسوسی و آدمکشی رژیم یعنی وزارت منفور اطلاعات را برملا می کند. از آنجا که امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر دو از خوزستان هستند، وزارت اطلاعات کار با این دو مزدور را از طریق وزارت اطلاعات اهواز شروع کرده است. سدشخیم وزارت اطلاعات به نامهای جواد، احمدزاده و محمد رابطهای مزدوران نعامی و سعدونی از سال 2007 تا 2015 بودند. هر سه نفر از دشخیمان اداره کل اطلاعات استان خوزستان بودند. تا
طبق اسناد سعدونی میگوید که جواد از وزارت اطلاعات در زمستان 2007 زمستان 1386 با او تماس گرفته است. در سال 2010 جواد از ما خواست که به ایران برویم. من به همراه نسیمه به ایران سفر کردم. فکر میکنم تابستان بود. در فرودگاه دو نفر به دنبال ما آمدند. بعدن معلوم شد که یکی از آنها جواد بود. جواد و نفر دیگر با ما از تهران به اهواز پرواز کردیم. صدونی همچنین میگوید ابتدا به من اجازه داده شد که همراه با نسیمه زمانی را در کنار خانواده هم در آبادان بگذرانیم. خانواده نسیمه نیز در آبادان زندگی می کنند. بعد از دو هفته آنها به من زنگ زدند و به ما گفتند که باید به هتلی در اهواز برویم. در لابی هتل آنها منتظر ما بودند. جواد و یک همکار دیگر. آنها من و نسیمه را به یک اتاق در هتل بردند و حدود 7 ساعت با هم صحبت کردیم. به غیر از جواد 2 یا 3 نفر دیگر نیز بودند. نمایندگانی از تهران، اهواز و آبادان در مورد فعالیت مجاهدین، نحوه سازماندهی آنها صحبت شد. بعد از جواد از سال 2010 تا 2013 مأمور دیگری به نام احمدزاده رابط نعامی و سعدونی با وزارت اطلاعات بوده است. سعدونی میگوید بعد از دیدار با جواد من مثل گذشته به ارسال اطلاعات ادامه دادم. پس از بازگشت به بلژیک تماس‌ها دیگر از طریق جواد نبود و بلکه از طریق احمدزاده با ما ارتباط می‌گرفت. او به من زنگ زد، خودش را معرفی کرد و گفت همدیگر را در ایران ملاقات کرده ایم و اکنون جواد مأموریت دیگری دارد. به من دستور داده شده که فعالیت را ادامه دهم. من مثل گذشته همه چیز را از طریق ایمیل منتقل می کردم. مثل جواد، او همیشه با یک شماره تلفن ناشناس با من تماس می گرفت. در سال 2013، سعدونی مجدداً به ایران سفر می کند و با مأموران وزارت اطلاعات ملاقات می کند. بعد از این سفر، از سال 2013 تا 2015، رابطه وی فردی به نام محمد از اداره کل اطلاعات استان خوزستان بوده است. پاسپورت‌های ایرانی مزدوران جنایتکار نعامی و سعدونی. نعامی و سعدونی در حالی که پاسپورت پناهندگی یا سیتیزن بلژیک داشتند، در سالهای 89 و 94 پاسپورت ایرانی با اعتبار 5 ساله از سفارت رژیم در بروکسل دریافت می‌کنند. مزدوران جنایتکار وزارت اطلاعات با سوء استفاده از موقعیت پناهندگی سیاسی و ناسیونالیته هم دارای پاسپورت ایرانی و هم دارای پاسپورت اروپایی می شوند تا بتوانند مأموریت‌های جاسوسی و تروریستی خود را انجام دهند. اسناد و مدارک نشان می‌دهد که نعامی و سعدونی در سال 1389 در مراجعه به سفارت رژیم در بلژیک اقدام به گرفتن پاسپورت ایرانی می‌کنند و 3 ماه بعد به ایران می‌روند و از فرودگاه تهران به همراه رابطی نشان در وزارت اطلاعات به نام جواد و یک نفر دیگر به اهواز می‌روند. اولین پاسپورت ایرانی نعامی و سعدونی در تاریخ 19/3/1389 توسط سفارت رژیم در بروکسل صادر می شود. پنج سال بعد که اعتبار پاسپورت قبلی تمام می شود، سعدونی و نعامی پاسپورت دوم خود را به تاریخ 2 مرداد 1394 بار دیگر از سفارت رژیم در بروکسل می گیرند.
اینها در حالی است که سعدونی و نعامی ابتدا به عنوان پناهنده و بعداً به عنوان سیتیزن بلژیک پاسپورت بلژیکی داشتند. به این ترتیب مشخص می شود مزدوران جنایتکار برای انجام مأموریت و اقدامات تروریستی رژیم چگونه با سوء استفاده از موقعیت پناهندگی سیاسی و تابعیت هم دارای پاسپورت ایرانی و هم دارای پاسپورت اروپایی می شوند تا بتوانند مأموریت های جاسوسی و تروریستی خود را انجام داده و دست بازتر داشته باشند. جلسه گفتگو با حضور جیمز کلولی، وزیر خاورمیانه و مسئول در امور ایران، درباره توطئه تروریستی رژیم آخوندی در ویلپند و محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم و مزدوران جنایتکار رژیم در بروکسل. By doing this and supporting the National Council of Resistance of Iran, we can help to bring peace and stability in Iran. And I think we should do more to support Mrs. Maryam Rajavi. تأکید دیوید ایمز بر ضرورت حمایت از شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی. درخواست نمایندگان پارلمان برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط انگلستان و قرار دادن ناقضین حقوق بشر در لیست تروریستی و مکانیزم مگنیتسکی عاملان قتل عام و جنایت علیه بشریت. جیمز کلورلی موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران را با توجه به حمایت گسترده‌ای که در میان احزاب وجود دارد قطعاً مورد بررسی قرار می‌دهند. روز چهارشنبه 19 آذر در مجلس عوام انگلستان جلسه گفتگوی پارلمانی پیرامون رابطه انگلستان با رژیم به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد. در این جلسه نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف و جیمز کلولی وزیر خاورمیانه و مسئول در امور ایران شرکت داشتند. آلن اسمیت سخنگوی حزب ملی اسکاتلند SNP و کاترین وست سخنگوی حزب کارگر، دیوید ایمس، استیو مک‌کیب، جیم شانون و این پیزلی نماینده مجلس عوام از ایرلند شمالی در این جلسه شرکت داشتند. سایر نمایندگان شرکت کننده عبارت بودند از جان هاول، جک لوپرستی، استیون کرب، کریس کلارکسون، عمران احمد خان، آنتونی هیگین باتوم، برندون کلارک اسمیت، کریستیان ویکفورد، روبرت لارگان، جاناتان گولیس از حزب محافظه‌کار و جانت دیبی نماینده حزب کارگر. در این جلسه دیوید ایمس درباره ضرورت حمایت از شورای ملی مقاومت ایران
و رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی صحبت کرد. او همچنین اشاره کرد که ریاست هیئت انگلستان را در گرد همایی ویلپند به عهده داشته که هدف توطئه تروریستی رژیم بوده است. دو نماینده دیگر استیو مکیب و یان پیزلی نیز به توطئه تروریستی رژیم در ویلپند و نقش دیپلمات تروریست رژیم اسدی در آن پرداختند. جیم شانون درباره نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران صحبت کرد. تعداد زیادی از نمایندگان در این گفتگوی پارلمانی خواهان لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط انگلستان و قرار دادن ناقضین حقوق بشر و مسئولین سرکوب در رژیم ایران در لیست تروریستی و مکانیزم مگنیتسکی شدند. جیمز کلوردی، وزیر خاورمیانه و مسئول در امور ایران گفت موضوع لیست‌گذاری را با توجه به حمایت گسترده‌ای که در میان احزاب مختلف وجود دارد قطعاً مورد بررسی قرار می‌دهند. جیانا گانچا، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا: تهدیدات اسدی شاهدی بر ضرورت اتخاذ سیاست جدی در قبال رژیم ایران است. سوال پارلمانی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. سایت پارلمان اروپا روز 17 آذر 99 ضمن بروز کردن سوال پارلمانی جیانا گانچا از ایتالیا، خطاب به نماینده عالی اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی و امنیتی به نقل از این نماینده پارلمان نوشت: دادگاه بلژیک در آنتورپ اسدالله اسدی، دیپلمات رژیم ایران در وین را به جرم تحویل بمب TATP به یک زوج برای حمله در تابستان 97 به یک گردهمایی در پاریس محاکمه کرده است. صدها سیاستمدار برجسته از دو سوی آتلانتیک، من جمله بسیاری شخصیت‌های اروپایی، در آن گردهمایی شرکت کرده بودند. مسئولیت دیپلماتیک اسدی ظرف 48 ساعت لغو شد و از سوی آلمان به مقامات بلژیکی تحویل داده شد. در خلال بازجویی، اسدی عمل تروریستی از جانب رژیم ایران در پهنه گسترده‌تری در خاورمیانه را برجسته کرد و گفت تعدادی گروه‌های تروریستی به محاکمه وی نگاه می‌کنند و اگر بلژیک از متهمین حمایت نکند، آماده هستند عملیات جدیدی را در خاک کشورهای غربی انجام دهند. نماینده پارلمان اروپا جیانا گانچا سپس از نماینده عالی اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی و امنیتی می‌پرسد که آیا او تایید می‌کند چنین تهدیداتی از جانب اسدی شاهدی قوی بر این است که یک سیاست جدی علیه اقدامات تهدیدکننده رژیم ایران در اروپا ضروری است و آیا راهکارهای مشخصی در رابطه با حکومت ایران و تهدیدات مطرح شده از سوی دیپلمات دستگیر شده‌اش اسدالله اسدی علیه بلژیک اتخاذ شده است؟ نیویورک پست: ویلیام بوردون درباره محاکمه اسدالله اسدی گفت این اولین بار است که رژیم آخوندها از طریق پرونده به اصطلاح دیپلمات‌های خود محاکمه می‌شود. اسدی یک دیپلمات رژیم ایران که به توطئه برای بمب‌گذاری در یک رویداد بزرگ سیاسی در فرانسه با شرکت رودی جولیانی وکیل رئیس جمهور آمریکا متهم است که برای حمله به گرد همایی جنبش مخالف رژیم ایران در جوان 2018 که سیاستمدارانی از انگلستان و آمریکا از جمله متحدان ترامپ در آن حضور داشتند برنامه ریزی کرده است. این توطئه وقتی خونسا شد که پلیس بلژیک یک مرسدس را که ظاهراً در مسیر فرانسه بود با 550 گرم مواد منفجره TATP موسوم به مادر شیطان همراه با چاشنی را متوقف کرد. وکلای مجاهدین خلق میگویند این توطئه به دستور رژیم تهران انجام شده که مرگ هزاران نفر را مجاز میداند. باب بلکمن، سیاستمدار انگلیسی که در گرد همایی حضور داشته، گفت این بمب‌گذاری میتوانست جنگ جهانی جدیدی را آغاز کند.
اسدی یکی از 4 نفری است که به اتهام اقدام به قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی برای این توطئه دادستان برای او 20 سال زندان درخواست کرده است. وکیل ویلیام بوردون درباره محاکمه اسدالله اسدی گفت این اولین بار است که رژیم آخوندها از طریق پرونده به اصطلاح دیپلمات‌های خود محاکمه می‌شود. بازتاب هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به رژیم آخوندی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. سوئیس آنفوی سوئیس 19 آذر 99 گزارشگر ویژه سازمان ملل علیه شکنجه و حدود 10 تن از گزارشگران مستقل سازمان ملل از جنایت علیه بشریت در سال 67 صحبت می کنند. بنا به گزارش‌ها حدود 30,000 زندانی در این خشونت‌ها کشته شدند. در میان قربانیان هواداران بسیاری از جنبش مجاهدین خلق ایران وجود دارند. گامی بلند در هشدار کارشناسان سازمان ملل. اگر رژیم ایران به نادیده گرفتن التزاماتش ادامه دهد، یک تحقیقات مستقل بین‌المللی باید شروع شود. انتشار هشدار کارشناسان ملل متحد به حکومت آخوندی در مورد پرده پوشی و کتمان حقایق درباره جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 که خانم مریم رجوی آن را نمود دیگری از جوشش خون شهیدان سر موضع و گامی بلند و کیفی در پیشرفت جنبش دادخواهی پس از 32 سال توصیف کرد، عفو بین الملل نیز طی بیانیه‌ای آن را نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای دادخواهی دانست. سوئیس آنفو سوئیس 19 آذر 99 در گزارش پیرامون این رخداد گزارش داد نیلز ملتسر گزارشگر ویژه سازمان ملل علیه شکنجه از رژیم ایران خواست در مورد کشتار 1988 حساب پس بدهد و در صورتی که اقدامی نکند یک تحقیق بین المللی باید شروع شود. در نامه ارسال شده به سران رژیم ایران در اوایل سپتامبر که سه‌شنبه شب علنی شد، ملتسر و حدود 10 تن از همکارانش که گزارشگران مستقل در سازمان ملل هستند، از جنایت علیه بشریت در سال 67 صحبت می‌کنند. بنا به گزارش‌ها، حدود 30,000 زندانی در این خشونت‌ها کشته شدند. سوئیس آنفو افزود در میان قربانیان هواداران بسیاری از جنبش مخالفین تبعیدی مجاهدین خلق ایران وجود دارند. شخصیت‌های بین‌المللی از سال‌ها پیش در این زمینه فعال شدند تا از جامعه بین‌المللی خواستار برقراری یک سازوکار شوند. در یک نوار ضبط شده که همین 4 سال پیش منتشر شد، قائم مقام خمینی منتظری گفت این بزرگترین جنایت ممکن در ایران است که توسط کمیسیون به اصطلاح عفو یا کمیسیون مرگ در قتل عام 67 صورت گرفته است. دست کم 8 گور دست جمعی نیز کشف شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران برای نخستین بار در سال 2017 از رژیم ایران خواستار تحقیقات مستقل شد.
اکنون نامه سپتامبر کارشناسان سازمان ملل با اعلام اینکه اگر رژیم ایران به نادیده گرفتن التزاماتش ادامه دهد، یک تحقیقات مستقل بین المللی باید شروع شود، گام بلندتری برمی‌دارد. عرب نیوز: رژیم ایران در برابر تحقیقات سازمان ملل در مورد قتل عام مخالفان پس از 30 سال پنهانکاری. بیش از 30,000 تن از جوانان ایران بدون محاکمه اعدام شدند. عرب نیوز: رژیم ایران با تحقیقات سازمان ملل در رابطه با قتل عام مخالفان که 30 سال پنهانش کرده بود مواجه می شود. در گزارش عرب نیوز آمده است بیش از 30,000 تن از جوانان ایران بدون محاکمه اعدام شدند. رژیم تهران 30 سال تلاش کرد این موضوع را پنهان کند. گروهی متشکل از 7 گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه‌ای به حکومت ایران نوشتند که به طور جدی نگران خودداری مستمر رژیم ایران از فاش کردن سرنوشت و محل دفن مقتولان هستند. آنها خواهان انجام تحقیقات کامل و مستقل و صدور گواهی‌های فوت و ارائه آن به خانواده‌های قربانیان شدند. کارشناسان سازمان ملل گفتند که این می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد و هشدار دادند که اگر رژیم ایران به خودداری از انجام وظایفش ادامه دهد، با تحقیقات بین‌المللی مواجه خواهد شد. دایانا تهاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، این نامه را یک راهگشایی عظیم خواند که این پیام را می‌فرستد که کشتارها دیگر نمی‌توانند مورد بی‌توجهی باشند و مجازات ناشده بمانند. فعالان حقوق بشری می‌گویند مقامات ارشد رژیم ایران در کشتارها شرکت داشتند. عفو بین‌الملل در گزارش 2018 خود نوشت رئیس قوه قضاییه رژیم ایران ابراهیم رئیسی و وزیر دادگستری مصطفی پور محمدی از اعضای کمیسیون مرگ بودند که برای اعدام‌ها تصمیم گیری می کردند. نگاهی به سوابق و اسناد. گزارش عفو بین‌الملل، اوج گرفتن جنبش دادخواهی به مناسبت 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. دادخواهی با انتشار گزارش 200 صفحه‌ای عفو بین‌الملل به مناسبت 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی اوج تازه‌ای گرفت. گزارش عفو تحت عنوان اسرار آغشته به خون، چرا قتل عام زندانیان 1367 در ایران یک جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است، تصریح می‌کند رژیم آخوندی در قتل عام زندانیان سیاسی و در تلاش برای انکار و تحریف حقیقت در این رابطه مرتکب جنایت علیه بشریت شده و ایجاد یک سازوکار بین المللی از سوی سازمان ملل برای مجازات مسئولان این جنایت اهمیت حیاتی دارد. در بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل خاطر نشان شده است اعدام‌های سال 67 بر اساس فتوای خمینی و توسط هیئت‌های مرگ که کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند
و در جلساتی بغایت کوتاه و خودسرانه صورت گرفت. در اوایل مرداد 1367 مقامات رژیم ایران بدون ارائه هیچ توضیحی فعالیت‌های معمول در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در سراسر ایران مقامات زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشم بند نزد کمیته‌های متشکل از حاکمان شهر، مقامات دادستانی، ماموران اطلاعات و مسئولان امور زندان‌ها بردند. بیانیه می‌افزاید این هیئت‌های مرگ کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان به غایت کوتاه، سلیقه‌ای و خودسرانه بود. زندانیان در هیچ مرحله‌ای امکان استیناف و درخواست اعاده دادرسی نداشتند. در این جلسات از زندانیان پرسیده می‌شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر. همچنین سوالات سنگدلانه‌ای از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدانهای مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند یا در جوخه‌های اعدام شرکت کنند؟ اکثریت قریب اتفاق اعدام شدگان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مانند پخش نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند. اکثر قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمان‌های چپگرا و گروه‌های مخالف کرد هم در میان اعدام شدگان بودند. انتشار اسناد تکان دهنده عفو بین الملل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران. اسرار به خون آغشته، کشتار 67، جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد. از جمله سوالاتی که هیئت‌های مرگ برای تعیین سرنوشت زندانیان می‌پرسیدند اینها بود: آیا حاضرید مجاهدین و رهبر آن را محکوم کنید؟ آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟ آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری می‌کنید؟ آیا آماده‌اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟ آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟ آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با ماموران اطلاعاتی همکاری کنید؟ آیا حاضرید عضو جوخه‌های اعدام شوید؟ آیا حاضرید یک مجاهد را دار بزنید؟ ابراهیم رئیسی، قهرمان ملی مبارزه با مجاهدین امام خمینی است. از افتخارات نظام برخورد با جریان مجاهدین است. پور محمدی، عضو هیئت مرگ: ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با مجاهدین اجرا کردیم. من در این زمینه آرام هستم. در طول تمام این سالها یک شب هم بیخوابی نکشیدم.
رهبر مقاومت. سردمداران رژیم و آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی باید به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی و در دادگاه مردم ایران محاکمه و مجازات شوند. تا اونجا که به ما مربوطه و به مردمون، از اونجا که از مغول به بعد نمونه بی سابقه است، بی محابا آمران و عاملان باید در دادگاه محاکمه و مجازات بشوند. این حق مردم ایران، حق جامعه بشری و حق مجاهدین و خلق اونهاست. دبیر مصلحت نظام به نقل از پاسدار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای، سلاحی که برای کشتن فخری‌زاده استفاده شده متعلق به ناتو است. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و استفاده از سلاح‌های لیزری و هوشمند توانستند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند. پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص نظام آخوندی در جلسه این مجمع با استناد به گزارش پاسدار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای گفت سلاح استفاده شده در ترور شهید فخری‌زاده متعلق به ناتو است. پاسدار محسن رضایی گفت در این جلسه باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد که در طی سالهای اخیر بارها سازمانهای تروریستی قصد کشتن فخری‌زاده را داشتند، ولی تلاشهای آنها خنسا می‌شد، ولی این بار با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و استفاده از سلاح‌های لیزری و هوشمند که با ماهواره هدایت می‌شد، توانستند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند. همچنین از آنچه که جاسازی دقیقی از محل عبور شهید فخری‌زاده انجام شده بود و همچنین چون تیرها صدا خفه کن داشته و خانواده شهید و محافظان صدای گلوله را نمی‌شنیدند، این عملیات با موفقیت همراه بوده است. سلاح استفاده شده نیز متعلق به ناتو است. آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: کشته شدن فخری‌زاده ضایعه‌ای سخت برای نظام است. عجیب است کشورهای دیگر در زمینه محکوم کردن این ترور سکوت کردند. آخوند صادق لاریجانی هم وارد بحران رأس نظام می شود. انتظار این است که مسئولان نظام در همه قوا از تعارضات و تنازعات که هیچ توجیهی ندارد پرهیز کنند. مسئولان سه قوه به موضوع حل تنگناهای معیشتی مردم بپردازند. آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ولایت فقیه در جلسه این مجمع گفت ترور فخری‌زاده و فقدان او ضایعه‌ای سخت برای نظام است. راه و رویکرد فخری‌زاده توسط سایرین ادامه خواهد یافت. برخی کشورهای غربی که دائما دیگران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند، در جریان ترور اخیر سکوت کردند. متاسفیم که امروز قدرت‌های مدعی دنیا با معیارها و سیاست‌های متناقض و دوگانه دم از حقوق بشر می‌زنند. البته واضح است که برخی سیستم‌های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای غربی و اذناب آنها نیز شریک جرم این جنایت هستند. در این تقدیر از زحمات بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی انتظار و توقع این است که رخنه‌های امنیتی را بپوشانند تا نظام از جایی که احتمال صدمه و نفوذ وجود دارد آسیب نبیند و با تلاش بیشتر مسیر دشمن در این زمینه سد شود. آخوند صادق لاریجانی پس از مدت‌ها گوشه‌گیری و سکوت وارد بحران رأس نظام ولایت فقیه شد و درباره جدال سران سه قوه رژیم گفت انتظار این است که مسئولان نظام در همه قوا از تعارضات و تنازعات مختلف که هیچ منطق و توجیهی ندارد پرهیز کنند. به هشدار داد و گفت
آستانه تحمل مردم هم حدی دارد و مسئولان سه قوه به موضوع حل تنگناهای معیشتی مردم بپردازند. نیویورک تایمز: برای اولین بار در عکس‌های ماهواره‌ای، ورودی‌های جدید تونل برای تأسیسات زیر کوه در جنوب تأسیسات نتنز مشاهده می‌شود. نیویورک تایمز 19 آذر 99 نوشت: انفجار مرموز ماه ژوئیه که یک سالن سانتریفوژ در تأسیسات اصلی غنی‌سازی سوخت اتمی رژیم ایران در نتنز را نابود ساخت، از نظر سران رژیم خرابکاری دشمن بود. و در پاسخ رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم گفت ساختمان تخریب شده در قلب کوه‌ها بازسازی خواهد شد. پیشرفت این اقدام و قرار دادن تأسیسات زیر سپری در برابر حمله هوایی و دیگر تهدیدات برای ناظران بیرونی قابل رؤیت نیست، ولی تصاویر ماهواره‌ای اکنون طرح‌های رژیم ایران را روشن می‌کند. تحقیقات بصری تیم نیویورک تایمز ساختمانسازی در سایت مزبور را با استفاده از عکس‌های هوایی جدید دنبال کرده است. برای اولین بار ورودی‌های جدید تونل برای تأسیسات زیرزمینی در کوهپایه‌ای در جنوب تأسیسات نتنز در 140 کیلومتری جنوب تهران مشاهده می‌شود. جفری لوئیس، یک متخصص کنترل تسلیحات، پس از بررسی تصاویر گفت: به نظر می‌رسد تأسیسات جدید دارای امنیت بسا بالاتری برای سوار کردن سانتریفوژها است که در محلی دورافتاده قرار دارد و یک کوه روی آن است که آن را از حمله هوایی مسون می‌دارد. جفری لوئیس توضیح داد ورودی‌هایی در دو سوی این کوهپایه همراه با علائم حفاری در نزدیکی آن دیده می‌شود. فاصله بین دو ورودی آنقدر بزرگ است که تأسیساتی مشابه آنچه در انفجار نابود شد را جایگزین کند. دنبال کردن تصاویر ماهواره‌ای طی ماه‌ها ردیابی تغییرات را میسر می‌کند، به طوری که جزئیات سری را هم می‌شود شناسایی کرد. جفری لوئیس گفت: تل‌های خاک از حفاری‌ها که در ماه ژوئیه وجود نداشت و جاده‌هایی که در هر سمت کوهپایه به ورودی‌های تونل منتهی می‌شود علائم آشکاری هستند. برخی تحلیلگران گفتند که تونل‌های بیشتری هم در حال ساخت است که می‌تواند به معنی ایجاد یک مجتمع زیرزمینی بزرگتری باشد. انفجار ماه ژوئیه تنها علامت شکاف امنیتی در دستگاه اتمی رژیم ایران که اصرار دارد برای مقاصد صلح‌آمیز است نیست. در نوامبر گذشته در روز روشن، محسن فخری‌زاده، بالاترین دانشمند اتمی رژیم، در یک حمله کشته شد. هشدار رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به رژیم آخوندی نسبت به افزایش تنش‌ها به دنبال کشته شدن فخری‌زاده. If implemented, these measures would be even a further deviation. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با اسکای نیوز نسبت به افزایش تنش‌ها به دنبال کشته شدن فخری‌زاده به رژیم آخوندی هشدار داد. رافائل گروسی گفت: رژیم ایران نباید تهدیدهای خود را در خصوص افزایش غنی‌سازی و بیرون کردن بازرسان اتمی عملی کند. گروسی هشدار داد: انجام چنین اقداماتی انحراف بیش از پیش از تعهداتی است که رژیم ایران هنگام ورود به توافق اتمی آنها را پذیرفت. وی گفت: اگر هر گونه محدودیتی بر اثر این وضعیت یا هر وضعیت دیگری موجب محدودیت یا توقف کار بازرسان شود، من نمی‌توانم تصور کنم چه کسی از این وضعیت سود خواهد برد. I cannot imagine who would win from such a situation if there was any limitation, if the IAEA inspectors, as a result of this or any other situation, اگر چنین وضعیتی پیش بیاید، ما باید بسیار واضح جهان را مطلع کنیم
که چنین چیزی در حال انجام است و این به هیچ کس از جمله رژیم ایران کمک نخواهد کرد. رئیس آژانس تاکید کرد پاسخهایی که از رژیم میگیرد رضایت بخش نیستند و بر دریافت پاسخهای رضایت بخش پافشاری خواهد کرد. آخوند روحانی: آن آدم کم سواد تاجر مسلک آمد خط خط کرد یک کاغذ، یک کاغذی آورد خط خطی کرد و گفت از برجام خارج شدم. خیلی خوب، نفر بعد بیاید دو مرتبه یک کاغذ خوب بگذارد، قشنگ امضا بکند، یک امضا میخواهد، دو مرتبه بر میگردیم سر جای اول. اصلا مذاکره نمیخواهد، چیزی نمیخواهد، هر دو برگردیم. ما هر واکسنی میخواهیم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم. هر زمان 5 به اضافه 1 یا 4 به اضافه 1 به تمام تعهداتش عمل کرد، ما هم بر میگردیم به تمام تعهداتمون. من قبلا هم گفتم هر دومون، اصلا این کار برای اینکه ما برگردیم به تعهداتمون اصلا زمان نمیبره، یک اراده است. اون چجوری برجام پاش شکسته شد؟ اون آدم کم سواد تاجر مسلک آمد خط خط کرد یه کاغذ رو، با یه خط خط اینجور شد دیگه، یه کاغذی رو آورد اینجوری خط خطی کرد و گفت که خب این مست، من از برجام خارج شدم. خیلی خوب، حالا اون آمد این کاری کرد، نفر بعد بیاد دو مرتبه یه کاغذ خوب بذاره قشنگ امضا بکنه، یه امضا میخواد، هیچ دو مرتبه برمیگردیم سر جای اول. این چیزی نیست که اصلا زمان نمیبره، اصلا وقت نمیخواد، اصلا مذاکره نمیخواد، چیزی نمیخواد. هر دو برگردیم، هر دو که میگم ما حتی ما 4 به اضافه 1 هم همینه، ما میگیم 4 به اضافه 1 به تمام تعهدات برگردیم، ما برمیگردیم. بحث آمریکا نیست، آمریکا هم اگه بیاد میشه 5 به اضافه 1 به تمام تعهداتشون برگردن، جبران کنن کارهایی که علیه ملت ایران انجام دادن، ما هم به تمام تعهداتمون برمیگردیم. اون کاری که دولتی که روزهای پایانیشو داره در آمریکا میگذرونه، اون کاری که کرد به ضرر خودش بود، به ضرر اعتماد جهان به آمریکا بود، تو مسیر انزوای آمریکا بود و به ضرر ملت‌های منطقه بود، به ضرر ملت ایران بود، به ضرر ثبات منطقه بود، 100% اونها اشتباه کردن. خب ما بر مبنای اون چه اعلام کردیم، ما هم اونا چون تعهدات کنار گذاشتن، ما هم کاهش شد تعهدات رو انجام دادیم و آماده ایم هر روز اونا بیان. از قدیم ما گفتیم راه توبه بازه، هر روز برگشتن به راه اصلی، ما هم آماده ایم که به همون شرایط قبلی ما برگردیم. ما دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال می‌کردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته‌های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای ما قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه. البته مردم ما بدونن که ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم، دارویی میخواییم وارد کنیم، تجهیزاتی میخواییم وارد کنیم، واکسنی میخواییم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا. در هر موردی اونقدر مشکلات درست کردن، اونقدر اذیت میکنن که یه کار ساده‌ای که با یک تلفن، با یک ارسال پیام، با یک سویفت میتونست حل و فصل بشه، امروز هفته ها و گاهی ماه ها همه کشور باید درگیر بشه برای اینکه یه پولی رو از یه جایی منتقل کنیم به جای دیگه برای اینکه دارو بخریم. این جماعتی که در کاخ سفید بودن و روزهای پایانی عمر نحسشون میگذرونن، اینقدر خبیث بودن،
به بهداشت مردمم رحم نکردن، به مسئله کرونا هم رحم نکردن، به پیر مردهام رحم نکردن، به معلولینم رحم نکردن. فاسدترین و سبعانه‌ترین رفتارها رو نسبت به ملت‌های منطقه و نسبت به ملت بزرگ ایران انجام دادن. خب کار من میدونم سخت پیچ میخوره و اونایی که میگن نمی چند درصد مشکلات ما خارجی است داخلی است، حالا اینا که میشینن یه گوشه ای اصلا بعضیاشون هم نمیدونن چه. حالا بیا همین واکسنی ما میخوایم بخریم، چند درصد خارجی چند درصد داخلی، پولش آماده است، ارادهش هست، تصمیم هست، دستور هست، آمریکا مانع هست و هر بانکی مراجعه میکنیم و هر کشوری، ما پول داریم، منابع ما موجوده. اما در این حال این معنیش این نیست که مردم فکر کنن واکسن به دست اونها نمیرسه. ما به هر قیمتی باشه از این مشکلات عبور میکنیم. آمار جانگداز قربانیان در 470 شهر از 181,600 نفر بیشتر است. سخنگوی وزارت بهداشت: هفته دوم آذر بیشترین میزان بستری در استانهای ایلام، سمنان، اردبیل، یاسوج و یزد در یزد، کردستان، اردبیل، خراسان جنوبی بود. نمودار بستری در گیلان، مازندران و گلستان سعودی است. حریرچی: وضعیت تهران نگران کننده و شکننده است. تا می خواهیم محدودیتی اضافه کنیم، می گویند اقتصاد مملکت را خراب کردید. الان راه حل همه چیز را رفع محدودیت های کرونایی می دانیم. زالی: در تهران در 48 ساعت گذشته ترددها نسبت به هفته گذشته 135% و نسبت به سال گذشته همین موقع قبل از کرونا 6% افزایش داشته که در هفته‌های آتی می‌تواند موج‌های جدیدی از بیماری برمغان بیاورد. مدیرعامل بهشت زهرا: در 9 ماه گذشته برخی روزها متوفیان کرونایی و غیر کرونایی به نزدیک 400 نفر رسیده است. سال 98 به طور متوسط روزانه 150 تا 170 فوتی در بهشت زهرا پذیرش شده اند. سخنگوی ستاد کرونا در مازندران: آمل از بدترین مناطق شیوع کرونا در کشور است. شهرستان آمل روند بحرانی را طی می کند و اگر همین گونه ادامه یابد، بازگشت به شرایط عادی بسیار دشوار است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز پنجشنبه 20 آذر 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 470 شهر از 181,600 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 7,113 نفر، در آذربایجان غربی به 6,833 نفر، در اردبیل به 2,177 نفر، در اصفهان به 10,565 نفر، در تهران به 44,781 نفر، در چهارمحال و بختیاری به 1,405 نفر، در خراسان رضوی به 12,580 نفر، در زنجان به 1,857 نفر، در سمنان به 2,739 نفر، در فارس به 5,397 نفر، در قزوین به 1,857 نفر، در قم به 7,175 نفر، در کرمان به 3,799 نفر، در گلستان به 4,557 نفر، در گیلان به 6,061 نفر، در لرستان به 7,390 نفر، در مازندران به 6,887 نفر، در مرکزی به 3,718 نفر، در هرمزگان به 1,930 نفر و در همدان به 4,440 نفر رسیده است. لاری، سخنگوی وزارت بهداشت رژیم، گفت در هفته دوم آذر بیشترین میزان بستری در استانهای ایلام، سمنان، اردبیل، یاسوج و یزد گزارش شد که با اختلاف زیاد بالاتر از میانگین کشوری است. در همین هفته بیشترین میزان مرگ
در استانهای یزد، کردستان، اردبیل، خراسان جنوبی گزارش شد. به رغم کاهش شهرهای قرمز و کاهش نسبی موارد بستری و مرگ و میر کرونا در هفته گذشته، اما نمودار موارد بستری در برخی استانها مانند گیلان، مازندران و گلستان سعودی است و به رغم بهبود نسبی وضعیت در کشور، وضعیت حساس، ناپایدار و شکننده است و بیم آن می رود که سهل‌انگاری و عادی‌انگاری موجب خیز مجدد بیماری بشود. حریرچی معاون وزارت بهداشت گفت وضع تهران نگران کننده و شکننده است. چرا؟ فعلا تراکم در مترو و حمل و نقل عمومی قابل حل نیست. هر کاری می کنیم دچار مشکل می شویم. الان هم بالاخره نگرانی اصلی ما از سرمای سال هست. الان راه حل همه مشکلات را رفع محدودیت‌های کرونایی می‌دانیم. تا می‌خواهیم محدودیتی را اضافه کنیم می‌گویند اقتصاد مملکت را خراب کردید. الان که همه چیز را به کرونا نسبت می‌دهیم اشکال ندارد نسبت بدهیم، ولی وقتی می‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، این که بگوییم تمام اقتصاد تحت تأثیر کرونا است درست نیست. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت در تهران روزهای اخیر شاهد یک ازدحام قابل توجه در ترددهای درون شهری بودیم. تنها در 48 ساعت گذشته ترددها 135% رشد، به خصوص در بخشهای مرکزی شهر داشته. نسبت به سال گذشته همین موقع که کرونا نبود 6% افزایش تردد درون شهری را داشتیم که عدد نگران کننده است. این حجم ازدحام می تواند در هفته های آتی موجهای جدیدی از بیماری به ارمغان بیاورد. سعید خال مدیر بهشت زهرا گفت در 9 ماه گذشته برخی روزها تعداد متوفیان تهران اعم از کرونایی و غیر کرونایی به نزدیک 400 نفر رسیده، در حالی که در سال 98 به طور متوسط روزانه 150 تا 170 فوتی در بهشت زهرا پذیرش شدند. از ابتدای کرونا حدود 22 هزار نفر متوفی کرونایی در بهشت زهرا پذیرش شدند. در فارس معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت طی 24 ساعت گذشته 33 مبتلا به کرونا جان باختند و آمار کل جان باختگان به 2750 نفر رسید. همکنون 307 بیمار کرونایی در ICU بستری هستند. در مازندران سخنگوی ستاد کرونا گفت آمل از بدترین مناطق شیوع کرونا در کشور است. آمل روند بحرانی را طی می کند و اگر همین گونه به تولید بیمار ادامه دهد بازگشت آن به شرایط عادی بسیار دشوار است. بیماران بستری در آمل رشد بیش از 10% داشته است و شناسایی بیماران مشکوک نیز از 100 نفر در روز به 120 نفر رسیده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 20 آذر 1399